سلام، من پدرام، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم ریکی استینکی. قبل از اینکه شروع کنید یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جایی تن ویدیو های ما با خبر باشید. فیلم سینمایی ریکی استینکی محصول سال 2024 آمریکا، یک فیلم کمدی که از شبکه آمازون پرایم پخش شده. کارگردانی این فیلم رو پیتر فارلی انجام داده و زک افرون به همراه جان سینا، جارمین فاولر و اندرو سانتیانو از بازیگران اصلی این فیلم هستن. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. دین به همراه دوستان صمیمیش یک شخصیت خیالی به نام ریکی استینکی رو خلق کرده و از کودکی هر وقت اشتباهی رو میکردن تقصیر رو گردن اون مینداختن، تا اینکه در دوران بزرگسالی وقتی که اونها یک دروغ بزرگ میگن مجبور میشن که ریکی رو به خانواده هاشون معرفی کنن و اونها برای این کار یک بازیگر گمنام رو استخدام میکنن. اما با وارد شدن ریکی به زندگی اونها اتفاقات بد بعد مشکلات زیادی براشون پیش میاد که دردسرهای زیادی رو ایجاد میکنه. خب فیلم ریکی استینکی رو پیتر فارلی ساخته، کارگردانی که از کارهای مشهور و شاخصش میتوان به مجموع فیلم های احمق و احمقتر اشاره کرد. فیلم نظر ایده داستان ایده بدی نداشته و میتونست فیلم خوبی باشه، اما فیلم نامه فیلم ضعیفه و زمان فیلم هم بسیار طولانی و خسته کننده است و داستان و فیلم نامهشون کشش زیادی رو ندارن. صحنه های چندان کمدی زیادی در فیلم حضور نداره، من اینکه جان سینا در اون حضور داشته باشه. جان سینا چند سالی که بازی های خیلی خوبی از خودش ارائه داده و این فیلم هست فیلم هایی که بازی جان سینا فقط میشه بهش توجه کرد، بازی خوبی داشته و در صحنه هایی که حضور داشته تونسته کمدی فیلم رو بالا بره، ولی در کل فیلم چندان جالب و جذاب نیست که ارزش تماشا کردن و وقت گذاشتن رو داشته باشه. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.